یه روز یه دانشجوی پرسید که ما یه مثلا کار اقتصادی کردیم، مثلا یه مالی رو جابجا کردیم، مال ما رو خوردن. به مناسبت یه بحثی بود، من عرض کردم که خب شما این پولی که دادین سندی هم گرفتین، مثلا ازا تداینتون بدینین فکتوبو، این که فرمود اگه پولی رد دادن میخوایی مثلا بنویسی فرضی چیزی نوشتین. گفت نه دیگه من ننوشتم، آدم رو لرباسی میکنه رفیقش اتفاق. گفتم خب مینوشتین دیگه، مینوشتین. خب یعنی مینوشتین که یارو پولتون رو نخوره مثلا، یعنی این؟ گفت چه حرفی شما میزنین، موقعیت دیگه هم بوده، دیگران هم بودن، پول جابجا کردن، نوشتن، سند دارن، بازم یارو خوردشه، فرقی میکنه. بنویسی میخورن، ننویسی میخورن، چه فرقی داره؟ گفتن فرقش اینه، وقتی بنویسی بخورن، میگه خدایا تو گفتی بنویس، من نوشتم خورد، من پولم هم تو. ننویسی، میگه خدایا گفتی بنویس، ننوشتم، خب طبیعی دی پولم هم تو نمیتونم بخورم. خیلی ساده است. اطاعت فرمان خدا حمایت خدا رو به سوی من جلب میکنه. خانومی که محجب است، کسی جرأت نداره به اون نگاه کنه و نگاه کنه معاقبه. آدم بیبندوبار که خدا حامی اونه. شما اون چی که خدا گفته رو عمل کن. کی بهت گفت این کار بکن؟ اون که صادق الوعده، اون که از همه اصدقه، اون که بعدش حقه، خدا گفته دیگه. میشه خدا به شما بگه یه کاری رو بکن، شما بکنی، بعد به ظاهر دنیایی نتیجه نگیری، بعد خدا از تو حمایت نکنه؟ خیلی ساده است. خدا از نکاح حمایت میکنه، خدا از خوبی کردن حمایت میکنه، چون گفته احسان بکنی، نیکی بکنی. خدا از بخشش، از انفاق، از گذشت حمایت میکنه. پای این بندش بایسته. یکی از مطالب مهم در اطاعت فرامین الهی است. خدای من برای تو این کارو کردم. حالا هر چقدر این خالص‌تر باشه، خب مثلا بالاتره.